ماهان سلام، ببخشی جواب ندادم. آخر جلسه بود، تموم شد، امضا شد. تعال تعال. تعال. روح ورا، روح ورا. هیچ معلوم هست تو کجایی؟ چیزی که نشد. نه، طوری نیست. چیزی پیدا کردی؟ هیچی، حتی یه بیسیم هم نبود. پس چرا اینقدر طولش دادی؟ راستش از خستگی خوابم بود.
یه چرخی بزن تو کانال ما رو دقیقه افرادو برام بیار. پس مصطفی؟ مصطفی شهید شد. برو دیگه. بازم خوابت نبره. برگشته؟ آره. خب هیچی، دست خالی اومده. یعنی ما الان فقط یه بیسیم داریم؟ آره. آقا مهدی 62 نفر آماده، 30 نفر زخمی، 32 شهید، دو تا مسیر.
فکر کنم بقیه هم در طول مسیر درگیری جا مونن. 25 نفر شهیدم اون طرف کنن که قبل از خواب شمرده بودم. من از بابت خواب صبح معذرت میخوام. حالا موقع این حرفا نیست. کربلایی جان کربلایی، صبر کن بذار خوب بیان جلو. به روی چشم آقا مهدی، نمیذارم هدر بره. ابوذر، ابوذر از مهدی، ابوذر، ابوذر از مهدی، ابوذر هستم بگوشم مهدی. موقعیت ما زیر آتیش شدید دشمنه، احتیاج به پشتیبانی داریم. مقاومت کن مهدی، هنوز تپه 201 رو نگرفت. من کلی زخمی دارم. میدونم میدونم، اگه میتونی زخمی ها رو بفرست عقب. عقب؟ حمله این همه زخمی از این موضع تا نقطه رهایی با اون همه موانع امکان نداره. حتی یه نفرم سالم به مقصد نمیرسه. مهدی جان، یه مقدار دیگه سرشون رو گرم کنیم. صادق و بقیه هنوز درگیرن. انشاءالله تا امشب کاری یه سری میکنن. به محض اینکه تپه 201 آزاد بشه، براتون نیروی کمک میفرستم. حالا با دقت منطقه درگیری خودتو با رمز ابوذر، ابوذر از صادق، ابوذر، ابوذر از صادق، ابوذر میخوام روی تپه رو براشون جهنم بکنی، فهمیدی؟ جهنم.
همطوری که میدونید هدف گردان ما فریب دادن دشمنه. با این عمل ما نیروهای دشمن رو در این منطقه مشغول میکنیم تا بچه ها بتونن منطقه استراتژیک تپه 21 رو راحت تر بگیرن، که عملا این محورم آزاد میشه. ظاهرا هنوز موفق نشدن. خودتون صدای درگیریشون رو میشنوید. ما هم هیچ تماسی با قرارگاه نداریم. خب حالا دو راه بیشتر برای ما وجود. یک، اینکه اینجا بمونیم و مقاومت کنیم تا تپه 21 آزاد بشه، که نه آب داریم و نه غذا. آقا مهدی، چرا تدارکات به اندازه کافی با خودمون نیاوردین؟ نکنه فراموش کردی که عملیات ما یه حرکت ایزاییه و قرارم نبود این همه طول بکشه. با توجه به طول مسیری که در زمان تعیین شده باید طی می‌شد، امکان آوردن بار اضافی نبود. در حقیقت زنده بودن ما تا حالا خودش یه معجزه است. اما راه دوم، من پیش زخمی ها میمونم و اونایی که سالمن همین امشب حرکت بکنن، چون با وجود زخمی ها امکان برگشت نیست. اینجوری شاید اقلن یه عده زنده بمونن. ما قرارمونو فراموش نکردیم. اولش گفتیم ممکنه برگشتی تو کار نباشه، هرکی مردشه بسم الله. ما هم گفتیم بسم الله. حالا چطور شده؟ دست خوش آقا مهدی. یعنی ما تو رو اینجا با زخمی ها تنها بذاریم؟ من میمونم آقا مهدی. منم میمونم آقا مهدی. منم میمونم. منم میمونم. منم میمونم. خسته نباشی. آب همه قمقمه ها رو که سر هم کردیم کلن شد 22 قمقمه پر و 30 تا کمپوت و کنسر. نه خیر، این دیگه بیسیم شدنی نیست. خب دیگه چی؟ یه کمی هم نون و چیزای دیگه. خوبه، برای هر 4 نفر سالم یه قمقمه آب و یه کنسر، برای هر 2 نفر زخمی هم یه قمقمه آب و یه کنسر. باشه. برو همین الان تقسیم کن. چشم آقا. خسته نباشی. اول قمقمه‌ات افتاد. میام برای. آوردمشون. سلام آقا مهدی. سلام آقا مهدی. سلام آقا مهدی. بشینید بچه‌ها. بشین. با تو هم کار دارم، نرو. احتیاجی به توضیح وضعمون نیست. خودتون میدونید که از صبح تا حالا ما هیچ تماسی با قرارگاه نداریم. شما باید به عنوان یه پیک عمل کنید و 2 به 2 به فاصله 10 دقیقه از هم به طرف قرارگاه حرکت کنید و موقعیت ما رو به قرارگاه ابوذر گزارش کنید. رضا، تو، حمید با هم، مشتبه، تو، منصورم، با هم. دشمن در طول مسیر ما خط دفاعی نداشت، بیشتر میدان مین بود و طلای انفجاری. برای همین از هر 2 نفر شما یکی رو تقریب چی انتخاب کردم. حواستون رو خوب جمع کنید. ممکنه با نقل و انتقال نیروهاشون خط دفاعی تشکیل داده باشن. برای هر کس اتفاقی افتاد نفر بعدی ادامه بده. هر طور شده باید خودتون رو به قرارگاه برسونید. پیام من به قرارگاه اینه: سوالی نیست؟ چرا؟ اگه اجازه بدی من اینجا بمونم آقا مهدی. بهتره بدونید اصلا دل دماغ تعارف ندارم.
مأموریتی که بهت میدم مهمتر از اینجا موندنه. یادتون باشه امید این زخمی ها اول به خدا بعد به شماست. حالا برید حاضر شید. چته؟ نمیدونم. تو این شرایط ما باید خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. آره. بچه ها روحیه میخوان. اونو نباش خوب نیست. باشه. باشه سعی میکنم. بیا این بیسکویت. اینم یه قمقمه بوره. ببینم تو قمقمتو گرفتی؟ چی من؟ آره گرفتم. خدا به امراد. برو. خدا به سقا میجی. در امان خدا. برو. بازم خوابت نبره؟ هنوز منو نبخشیدی؟ آخه ممکن بود جونتو از دست بدی. به خدا قسم نمیخواستم بخوابم. دیگه دارم عادت میکنم. همش تقصیر مادرمه. چرا مادرت؟ تا سر شب میشد باید میخوابیدم. حالا منو میبخشی؟ قول میدم دیگه تکرار نشه. باشه. تو به خیلی چیزا عادت کردی. حالا موقعشه که کمی هم به بیخوابی عادت بکنی. خیلی مواظب باش همین. دور تا دور تو دشمن گرفته. مثل کوه محکم باش و از جا تکون نخور. این دفعه دیگه خودت تنها نیستی. همه این بچه ها امیدشون رسیدن شما به قرارگاهه. امیدشون رو ناامید نکنید. زیادم به دل نگیر. تمام حرفایی که تا حالا واسط گفتن روزای اول جنگ مرتضی به من میگفت. راستی واسم نگفتی آخرش مرتضی چی شد؟ شبی که میخواستیم بازی درازو بگیریم من آرپیجی زن بودم و اون فرمانده گردان. یه دفعه رگبار مسلسلی یه دوشکاچی جلوی راه ما رو گرفت. همه زمین گیر شدیم. مرتضی داد زد آرپیجی زن پاشو بزن. اما رگبار دوشکا امان تکون خوردن بهم نمیداد. مرتضی بی معطلی آرپیجی رو از دستم چنگ زد و خودش محکم سر پا وایساد. اما با رگ بارایی که به سینش خورد کمرش رو شکافت و جگر پاره پارش به سر صورتم پاشید. سرم داد زد پاهمو بگیر
منم محکم گرفتم، اونم موشک و شلیک کرد. انگار تمام بازی دراز لرزید. میشه یه دفعه دیگه پیشونی بندشو ببینم؟ اینو به یادگار تمام درس هایی که بهم داده بود از پیشونیش باز کردم. دیگه دیره، باید برید. یا اینم مینه منبه. چیه؟ باز مین منور دیدی رفتی تو ها؟ هیچه، هیچه، نه کربلایی، نه چیزی نیست. بیا کربلایی، گوجه این مینه گوجه ای هم مال تو. باز این پسر سر این چیزا با من شوخی کرد. من که چیزی نگفتم کربلایی، گفتم گوجه. بازه به ازدنت باش، هنچی بیزنم. خب کربلایی، حلالمون کن. تو هم رو حلال کن آقا رضا. یا علی، خب کربلایی، دوست داری موقع اومدنم چی واسه بیارم؟ یه آر پی جی 0 کیلومتر دارم. ببینم، حالا اگه 0 کیلومتر نباشه نمیشه، مثلا یه قنیمتی تمیز. این دیگه نور علا نوره. حتما واسه میارم. مواظب به خودت باش. باشه آقا. خدا به همراه. خدا حافظ. مام اومدی. دست در به همراه. ممنون. مواظبش باش. دارمش آقا میتی. به سلامت. بیبریم. برو. برو.
بده من مسعود. دستتو بده من. دستتو بده من مسعود. تعالو تعالو. منصور دستتو بده من. دستتو بده من منصور. منصور. فکر میکنی به موقع میرسن؟ اگه خدا بخواد. ابوذر، ابوذر صادق. بیرون، بیرون، دیگه هیچ مقاومتی وجود نداره. به لطف خدا کار داره تموم میشه. شیمیاییه، شیمیاییه. هم گردید اقا بچه ها شیمیاییه. شب این طرف از این خبر نبود. یلا یلا نزل بسرعه یلا. از روی پل میشه رفت از روی آب. با درگیری که پیش اومده بیشتر مواظبند. بهتر نیست بریم بالاتر، شاید یه راهی باشه. امتحان این ضرری نداره. بریم اون طرف. يلا نزل بسرعة يلا يلا. قاب مزعج حسابی گیر افتادی. درگیر بشیم شوخی میکنی. تا یه درصد هم نمیتونیم رد بشیم. صبر میکنیم. اینا تا صبح یک سر کار میکنن. فقط یه شانس داریم. اونم دم صبح. چون اون موقع بیشترشون از خستگی خوابن. چیکار داری میکنی؟ هیچی، میخوام خوابم نبری. آفتاب زده، الان وقتشه. الان همشون از خستگی خوابن. تو همینجا بمون، من میرم یه سر گوشی ها بدم و بیام. کولر رو بده.
حالا میتونیم بریم. مواظب سیمای طلبه باش. وقتی گفتم بودو مثل جت بیا. باشه. يا هبر وين السردون؟ انت انت من وين رايحين؟ يا تشاني احمر روح جيب السياره اركض اركض جيب السياره اركض. بلند شو رضا. برو من الان میام. آخه دارم میام. بهت گفتم برو. یلا یلا سعدو یلا یلا سعدو یلا. بهتر نیست بریم خارج از جاده.
من از دایی دارم بیان که ما میخواد باشو باشو منو بل کن بانا بلنشو رزا بلنشو بلنشو میوم زخمی ها به تو زم تو هم زخمی هستی گفتم تا برو برو بهت میگم برو منتظر چی هستی برو دیگه اگه یادت رفتی چی بهت گفت برو بیا دیدی که قربونت برم پاشو بریم پاشو بچه ها مخاطب باشین مهمات بی خود هدر ندید اسخر اون دوتا زخمی ها رو ببری سر پیچ کانال از دیشب تا حالا سه تا از زخمی ها شهید شده سگه برون بالا فصل پانسمان هم دیگه چیزی نمونده که تموم بشه بعضی از زخمی هم باید سریعا عمل بشن اگر عملشون کن معطل چی هستی؟ هیچ معلومه چی داری میگی؟ عملشون کنم آره عمل اینجا میدون عمله خدای من آخه چه جوری؟ با چی؟ با چاقو، سوزن، زیر پیرنه چه میدونم؟ تو قراره دکتر بشی نه من برو دیگه واسه چی وایستادی؟ شو تسوي انت؟ ايش بس؟ این صحنه آب خودت ارجوك بحق الحسين اشرب
بسرعة راح تتعاقب. شوف حتما بعد انتصار الأيام الثلاث راح تتعاقب. راح تتعاقب. تتعاقب. تتذكر ايش قد حكيت حول انتصار الأيام الثلاثة بعد مرور عدة سنوات؟ بس نرجع لورا تتذكر ايش قد تقول؟ هذول جلادين، هذول ما عندهم رحم. اخرس اخرس. برات خوب نیست. بس دیگه. خوب یا بعد تموم شد. لعنتی دست نزم پسر میسوزی خاموش نمیشه مگه اینکه تموم بشه دستت سوخت نه؟ فولاد آب میکنی چه برسه به دست تو؟ همونطوری که محسن آب کرد. محسن؟ محسن کیه؟ شب اول کار من تو میدون مین، شب آخر فرماندهمون محسن بود. خیلی دوستش داشتم، همه کارا داشت خوب پیش میرفت، اما نمیدونم چطور شد که یه دفعه یه مین منور عمل کرد. اما قبل از اینکه نورش روشن بشه و عملیات لو بره، محسن کار خودشو کرد. ما مین خونسا میکردیم، اونم جلوی چشمای ما دود میشد. فکر میکنم ما رو اشتباهی اومدیم نه؟ آره بقیه راه خود تنهایی باید بریم. البته تو میدون مین باهات میام. چرا فقط تو میدون مین؟
چرا از روی که اومده بودیم نمیریم؟ برای اینکه معبر قبلی حتما تا حالا لو رفته. بگه بریم. سیم چینو بده من. آقا مهدی. جعفر. جعفر حالش خوب نیست. تو رو میخواد. بلند نشو. چطوری جعفر؟ نبینم حالت خوب نباشه. برعکس، خیلی خوبم. اما دلم میخواست یه بار دیگه برای آخرین بار این صورت پر امید تو رو ببینم. آب مهدی، من شرمندم از این که امروز ناله می کردم. دشمنت شرمنده باشه. تو رو به خدا حرفمو قطع نکن، ممکنه دیر بشه و حرفام بمونه. ناله های صبح از دست خودم بود. می دیدم که سربار شما شدم. من تو امروز سربار کسی نبودم. با اینکه یه بچه یتیم بودم و به سختی زندگی میکردم و هیچ وقت روی خوش ندیدم، اما سربار کسی نبودم. حالا خوشحالم که دارم رفع زحمت میکنم. یه نامه دارم، بدینش بزنم و بگیر منو حلال کنه. نگران اونا نباش. نیستم، تو خدا هست. بگیر. چه نور قشنگ منوره. نه، اون نور رو نمیگم، یه نور دیگه است که من میبینم.
همین. برو برو بهش به من. برو حمید. برو نه. برو حمید. برو بهش به من. برو دیگه داره دیر میشه. برو حمید. برو خدا برو. دیگرم داره میسوزه. خدا برو. داره دیر میشه. اگه من این کارو نکنم نورش همه جا رو میگیره و عراقی ها میریزن اینجا. برو حمید. برو. برو برو بچه ها اون وقتا مثل حالا اینجوری جاده و راه نبود. بنده خدام نذر کرده بود که تمام راه رو پیاده بره. هر وقتم از روی قاطر نشستم خسته می شدم بابام خدا بیامرز منو می گرفت رو کولش و هی برام حرف می زد. خیلی از اونایی که بابا بودن نتونستم وقتی خدا بیامرز پاش رسید به حرم یه چند ساعتی از خودش بیخود شد. خیلی قشنگ بی بخور گلوم خشکه دکتر یه جوری قورتش بده. خودت خلوت کردی؟ شاید من اولین کسی باشم که عشق تو رو میبینم. تو که نمیتونستی جونش رو نجات بدی. جعفر خودش خواسته بود. همه ای ما اینطور خواستیم. بهتر نیست خودتو اینقدر آزار ندی؟ داغ فراغ اونهایی که رفتن و درد زخمی اینهایی که موندن چشممو پراب کرده. اما مسئولیت؟ میدونم. خودتو اگه همین دو سال پیش ترم آخر رو خونده بودی الان یه دکتر بودی توی یه چشم هم زدن صاحب همه چی میشدی. آره آرزویی که مادرم همیشه داشت بزرگ بشم و خانواده را از فقر نجات بدم. شاید همین باعث شده که یک کمی بترسم و مضطرب باشم. من دارم کار بزرگی میکنم. خیلی بزرگتر از اون که مادرم آرزوشو داشت. دلم میخواست که بسیجی ساده بودم. نه مسئول گردان. دیگه برام خیلی سخته بچه ها رو با این همه ترکش و تیر تو بدنشون ببینم. از خودم خجالت میکشم. ببین بابا برات موتور خریدم از همونی که خیلی دوست داری. برو برو بابا سوارش شو.
دلم میخواد مثل بقیه بچه های محل سر کوچه ها گاز بدی، اما به شرطی که دیگه نری. چی؟ نمیخواد؟ آخه توی که این همه از تاریکی میترسیدی چطور بازم میخوای بری؟ آخر ششا تنها گیرت میارن و هر بلایی خواستن سرت میارن. خدای سپر محکم برای ما قرار داده، هر وقت مقدر باشه اون سپر از ما جدا میشه و ما رو تسلیم مرگ میکنه. اون موقع دیگه تیر به خطا نمیره و زخم شفا پیدا نمیکنه. پس در راه حقی که میری نترس.
کربلایی شما سرشون رو گرم کنید. حسین دو چهار نفر دیگه با من بیای. از روتون شرمنده. خوش که میتونستم براتون آب بیارم. اینجا آبی وجود نداره الا اون بالا پشت خاک ریزا. تشنمه
بشنبه از کدوم طرف برم خوابم میاد نه نه خدایا کمکم کن قرارگاه برسم باید به قرارگاه برسم هنو بیا بسرم برات شربت آلورو آوردم از همونی که همیشه میگفتی برات درست کنم مادر توی آره بسرم الهی که مادر فدات بشه بیا بخور بیا نه مادر من فقط تشته نیستم همه تشته بیا تو اول بخور نه من نباید بخوابم من باید به قرارگاه برسم من مادر خدا قوت آقا مهدی خدا پشت و پناهت کربلایی از گوشت داره خون میاد چیزی نیست از صدای آر پی جی خوشش نمیاد آخریش خیلی گوش خراش بود یعنی دیگه نداری؟ چرا؟ هنو نفسی میاد تا نفس کربلایی هست دل ما هم قرصه فعلا خبری نیست برو یک کمی استراحت کن چرا من؟ دو روز مواظبتم حتی یه چرت هم نزدی من یه عمری خواب بودم و استراحت کردم میخوام این دمای آخر چشام باز باشه ببینم دستت چی شده ولم کن نمیخوام بچه ها بفهمن منم زخمی شدم کربلایی من
حامد نرو برگرد یا حسین برگرد حامد برگرد حامد حامد برگرد حامد حامد توی وای خدای من حامد نه اونجا کسی وایس جلو نیا خواهش میکنم جلو نیا نه حامد خواهشیم نه جلم نه حامد حامد بلم کن برو آروم بلم آلوده هست آروم باش بلم بلم کن چرا این کارو کردی؟ چه دیر شناختم تازه دارم میفهمم تو کی هستی امتحان دیگه تموم شد این ترم آخرم بود امیدوارم از این امتحان بر بلند بیرون اومده باشم حتما سر بلندی منو تنها نذار تو تنها نیستی همه اینجا رضا حسنی این هاشینم کربلای داره آب میاره نه کربلای اول به مهدی آب بده اول به مهدی
کاش بدنم مثل بقیه تیکه تیکه میشد تا بیشتر از این شرمنده یارانم نمیشد. ای خدایی که از رحمتت کسی بی نصیب نمود. پروردگارم یارانم زخمی هم تشنه، کمکم کن تا براشون آب بیارم. خیلی تشنته؟ نه، نه آقا میدی، من تشنه نیستم. خوشگه ازتون شرمندم که نتونستم براتون آب تهیه کنم. این نامه ها پیشت باشه، شاید زودتر به دست صاحباشون برسه. نرو آقا مهدی، ما رو تنها نذار. امیدتون به خدا باشه، اونا امشب میان، با آبم میان. من جای دوری نمیرم، من میرم اون بالا تا بدونن گردان کمیل هنوزم زنده است. آتش نیستیم نر. اگه نرم ممکنه مثل کفتارا بریزن اینجا.
بوی تو رو میده مرتضا. بسم الله الرحمن الرحیم. منم نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل. گردان کمیل هنوزم زنده است. گردان کمیل به پیش. Thank you.
تو مهدی رو ندیدی؟ اون رفت. کجا؟ نمیدونم. تو بگو مهدی کجاست؟ آقا مهدی رفت برامون آب بره. آخرش هم آورد. الان کجاست؟ رفته بالای کانال. نترس، اون زنده است. مهدی! مهدی!
برگشتم آقا مهدی. 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 من سعی خودم کردم بدی، من تا اونجایی که میتونستم سعی کردم، به خودم اصلا نخوابیدم.